بکشش کنار. میگم پا تو بکش کنار، سیریش نشو، سیریش. دستتو بندازا. هو میکنه چی چی یاری بابا جان، اون زایه هستی و خبرت برو دیگه، عجب گیری دادی ها. گرفتار شدیم از دست این بچه. بابا من اینجا کارو با راه اندازی، نه اینکه آویزون ما بشی. آویزون چه بچه جون، هر چی چی بگم کم رنگی. رفقاشو نکن، رفقاتو دیدی جلانه؟ چه تنت کردی این صفره؟ خندم میگیره اصلا جونه سرچم و گرفتاری هست. خودت با زبونه خوش برو خب؟ اینجا گیر نده، فهمیدی؟ آقا سر، عزیز من، پسر خوب کوچولو، پسر جون یه سویچ بگی، برو با موتور من یه دوری بزن. من جیش داخل نمیشم، فهمیدی؟ سویچ موتور رو بگی. ببین عزیز من، آقا کش برو دیگه، عجب آدمی هستی ها. گرفتاری شدیم. ببین آقا سروز، ببین ایشون گفتن که پسری جیگول میگول و این دلم چوچول و اینا نمیخواد، یه مرد میخواد، مردی که نون دراره زندگی به چرخونه، فهمیدی؟ خرج خودتو به زور در میاری. آبا چی داره به ما حرف میزد؟ بابا ما اصلا نخواهیم تو رو ببینیم، بابا به کی بگیم؟ تقصیر منه واقعا. بیا سرز جون، بیا با این موتور بار یه دور بزن عزیزه من. آقا جون من نمیخوام، من اصلا موتور سواری دوست ندارم، بلد نیستم. نمیخوام تو رو ببینیم، به کی بگیم؟ برو بس دیگه. بس سلام به من بالا بزن رو تو پارت کنم اینجا، من هیچی نمیگم داشت. یک کلام دارت جدی و شوخی همه چیه دارم. تقصیر من چی گرفتار شدی از دستی بدبختی و نادخه اصلا چی داشت؟ الان بیا منو سلخا بگم یا حالتو بگیره، فهمیدی؟ چی داشت؟ گریه میکنی؟ بس چی گیره مرده دیگه؟ مرد بده که گریه کن یا گریهش هم گرفت. ای پدر عشق بسوزه که همچی کارایی با این جوانا میکنه. چی گرفت داشت؟ اگه یه دفعه درست مشتمال دادی 40 سال داری این کارو میکنی، هنو یاد نگرفتی. گذشت دیگه، این دست دست جوونی نیست نصرت خان. که موقع مشت میزنم به دیوار چی میشه؟ آرد میشد، آرد. جوونی تو رو میکایل خان، من یکی که درست یادم یه حرفا نبود. درسته؟ خواه میکایل وقت کردی یه دستی هم این شونه های ما بزن. آه گرفت. الو سلام عرشد قربان، ببخشید زندان برازجان؟ بروجرد. بیرجان. آها زندان بروجرد. بله دفتر همون دفتر زندان. خوب هستین؟ آقا میخواستم اینم زندانی به اسم علیرضا تهرانی دارید شما؟ بله. آره نه منتظر میمونم، اشکال نداره. میگم باید منتظر بمونم. این که مشتمال نشد ول کن. هیچ پدری این روزا رو نبینه. بچه های یکی یکی، داماد، نوه، همه زندان. فقط این یکی نرفته که اینم قبلا. این که افتتاح کرد. افتتاحش بود. حالا ببینم برای چی دوباره فرهاد و گشتاس افتادن زندان؟ این فریدون مثل که دیروز دیشب از بیرجند مثل که بیرجند بروجرد نمیدونم همون جایی که هست زنگ زده به بیجار بروجرد. حالا از اونجایی که هست زنگ زده به اونجایی که اونا پرسیده گفتن فرهاد و گشتاس سوار ماشینی که بودن داشتن میمدن ماشین رو پلیس را گرفته دزدی بوده، یعنی واسطه که ماشین رو به اینا فروخته. ای بر پدر این واسطه الان واسه سن نرسه شهی ملازه ایش کنه. امیدوارم به تیر غیب دوچار بشه، نسلشون رو خدا برده برد. همه البته اینجور نیستن، همه من همه شوی واسطه هم گشت بلم کن، ما هر کدوم دیدیم همین. البته زیاد نگران نباش آقا جون، چون فریدون به من گفت که من سیبیلامو میزنم اگه با اینا نیام خونه، یعنی گشتاس و فرهاد و علیرضا رو پیدا میکنم، 4 نفری با هم میایم تهران، یعنی دیگه قضیه حله. بله بله نه خواهش میکنم. علیرضا تهرانی ندارین؟ خب خیلی خوب. نه آقا خواهش میکنم. چی؟ فریدون تهرانی داری؟ بله بله متولد 1321.
21. آره فرزند نصرت خانم. آره همونه. چی به چه جرمی؟ واسطه ماشین گشتاسپینا داداش بیده. بله بله خواهش میکنم. خداحافظ. ماشینی که گشتاسپینا خریدن واسطه شد؟ آره من خودم یادم اومدن. ای وای وای چیه باز سنگ زدن تو پلو؟ چطه؟ خلاص خون بیا جلوی صفا رو بگیر دیگه. چی شده؟ آره یه رفو با تو ارمه عاشق شده اون رواده عاشق براز شده بیری بیری دنیا واقعا جناب دنیا اتفاقا در مورد دنیا من یه سیدی دارم یه سیدی خدمت شما یه سری موسیقی های شاد و نشاط انگیزه ای که مثلا عروسی و تو ماشین هم میشه گوش داد یه پوستر دنیا هم یا جوان دارم خواستید میدم خدمت حتما استفاده میکنم محبت دارین شما بله من از اینکه بچه‌ها شما رو برای این کار دعوت کردن و تشریف آوردین آشنا شدم خیلی خوشحالم. حالا کار به اصل قضیه ندارم. اصلا از ملاقات با شما این همه شخصیت، مردانگی، لوتیگیری خواهشم. البته جناب خدمت شما رسید که لوتیگری دیگه برای ما باقی نمونده. چرا؟ ببینید ما اینجا اومدیم سیبیلامونو ترسیدن لباسای جیگولی پیگولی به ما دادن فقط چند مونده یه جورای سرخاب سفیدا به ما بزنن خیلی تا اینا آقای صفا قربون شما برم مردانگی به این چیزا نیست که مردی و مردانگی از شما میباره بعضی باید بگن ما مردیم این حرفا کدوم رو پیشونی شما نوشته ایلوه. لوتی آقا با شخصیت مرد سیبیل دوباره در میاد مسئله اتفاقا جناب فرمودید رو پیشونید نوشته ما با بچه ها تو کبابی بودیم بعد صحبت همین شد که گفتن رو پیشونید چیزایی نوشته و اینا شما باور نکنم واقعا باور نکنم نه لازم نیست اصلا کسی بگه میباره از شما خواهش و حالا یه موضوعی پیش آمده یه قضیه داره اتفاق میفته که من از اون میترسم که این لوتیگیری و شخصیت و مردانگی داره از بین میره برای یه چیز کوچولو بله برای این شهر روز ما الان شهر روز که شهر روز به سر خوشنه اون سفید کمرنگ شهر روز الان مدتیه که تصمیم گرفته و ازدواج کنه با این مهناز و تقریبا کارتش درست میشد بله بعد شما وارد قضیه شدی پدر مهنازم الان جذب مردانگی و لوتیگری و شخصیت شما شده داره اونو میزنه کنار نه واقعا اینو جدی میگی من چه با شما میشه شوخی کرد واقعا من حس کردم که ایشون از من خوش اومد حتما و این الان داره شهر روز از بین میره برای شما موقعیت های بهتر هست خیلی فرصت های بهتر هست شاید شانس های بهتر هست این بذارید همین شهر روز میخواید این زنجیر قابل نداره اگه نظرتون شما که همه چی به ما دادید خواهش میدونه هستش تصمیه
چیزی میکنه خواهد. نه من دیگه از سن سال من گذشته، ولی همین دست شماست من لذت میبرم. خدمت شما جناب. عرض حضورتون که ببخشید شما اگر این کارو بکنید، من یکی که تا آخر عمر مدیون شما هستم. خواهش میکنم، من همیشه قلمه شما. جوون کمک میکنید این شکست نخوره، شما که ماشاءالله صاحب همه چی هستید. چشم، خدمت شما هست شد که من زمانی که شما رو از همون اول دیدم یک واقعا مرد نیک و محترم میدونستم، و اینکه واقعا اول اینکه من رو به غلامی بپذیرید. این من غلام شما رو تو خونه برای کار میکنم. اختیار واقعا خواستید براتون. شما سرور ما هستید. ایزای این چیزیز قاعد و زمان و گوشت و چیزای هست میانه مرز خدمت. نه بابور شما برم. ولی چشم هرچی شما. من یه شمار تلفن بشم. این شمار تلفن پدر معناست. درست. این خدمتتون باشه. بله. شما بهش تلفن کنین بدون هیچ حرفی، بگین که آقا خیلی خوشبختم اینا، من دارم میرم سفر، سفر خارج. سفر. یعنی به کل قطع بشه. چست. من قطع میکنم. آره. چست. من دارم میرم سفر خارج. در ضمن چون این به شما اطمینان داره و شما گرفتیش، دوجاسی این است که سفارش فرامرز شهروزم بکن، بگو من تضمین میکنم اینا رو. چشم. شهروزم برای خاطر اینکه دامادش بشه، فرامرزم برای اون کارخونهی که تبریز داره، شما بگو من تضمین میکنم. بروی چشمم، من سفارش این دوتا جوانه میکنم. کارخونه چشمت برم. تماسم باشون میگیرم. خیلی ممنونم. چشم. خیلی من برم این خبر خوشو به بچه ها بدم. شما بفرمایید. شما بزرگواری کردی، محبت کردی. خواهش میکنم. مردانگیت صد چندان شد، آقاییت هزار برابر شد. نگران نباش، اونم ردیف میشه. فقط این وسطاشو. آها. برو. اینه. برو این یکی. برو. آها اینه. تو داری چرا؟ چیکار میکنی تو؟ یه چند وقت اکت و کول افتادم، گفتم یه مشتمالی بهم بده. دروغ میگی آقا جون، این تو خونه همه دارن من باج میگیرن. من گفتش که اگه میخوای کارتو درست کنم یه رو صفای کیه پاچه بکشه کنار، بعد منو مشتمال بدی. میبینی یه جواب داد چشم روی هستی. من کی همچی حرفی زدم؟ چرت و پرت میگی تو؟ خود گفتی دیگه. ماره خوب برای کیا رفتی ما این پسره لنده او رو حرف زدی؟ چی شد آقا جون؟ تمومش کردم حله. جدی درست شد؟ بمان. بیا بودو. بیا مشتمال بده. بابا بشید خجالت بکش، داره ما تو حرف میزنم. آره خیلی آقا این کارش درسته. ردیفه دیگه، نو سبتم داریم غم نداریم. بهش گفتم تلفن اونا رو دادم، گفتم همین الان زنگ میزنی میگی من دارم میرم مسافرت، فرامرز و شهروز هم حسابی خودت زامنشون، تضمین کن اصلا، بگو با من باشه. آره دیگه چی اونجورا هم نیست پس این اصلا. خیلی صاف، خیلی لوتی، خیلی با معرفت، فقط رگ خواب داره دیگه. شما مستر دیگه پیدا کرده پس حل دیگه، باید زنگ بزن. حالا زنگ بزن و کارو تموم کنه انشاءالله. خیلی خوب، پس یه مستمال بده. ویلکم بچه شجبت بگی چیکار بکنه. داره آیفون داره. آیفون بزن بشه داشت. و اینکه سفارش آقا فرامرز و آقا شهروز خواستم بکنم که صلاح ندونستم، و چون ایشون دوتا جوون خودشون زبون دارن دیگه. مسئله بعدی اینه که راستیتش خواستم که منو به غلامی قبول کنید. خود شما بالاخره شیفته ما شدی یه جوری. خیلی ممنونم. آدرس رو اگه من بخونید یه جوری ممنونم. عجب نامردی. این آدم چه کسی را داده تو این خونه؟ و منو چرا نگم کن نوز اخو خودش که بخاطر کار تبریزم بیانه بیارمش خونه. عجب آدم دایه یا حرف زیاد نزن. فردا از این خونه میره. به روح مادرت قسم دارم، قسم میخورم فرامرز، حواست باشه. تو هم گوش کن شهروز، این فردا پاشه بذاره تو این خونه من میدونم. و بابا به من چی؟ من که تکلیفم رو یه طرفی میکنم باش، اصلا مشکل اینه تو من ربطی نداری دیگه. من اصلا خودم ردیفش میکنم. زیا هست با زیا. اسم این پسره رو نبر جلو من.
عجب گرفتاری شده. آقا اون اینجور آدم ها رو میشناسه، باشون رفت آمد داره، میدونه رای خوابشون چیه، چجوری باشون لازم نیست اسمشو بگی، بگو بگو کن هر کنی. اون پسر رو رفیق هم دیگه خیلی آدم زایه‌ایه. گوش میدی آبجی، این موتور واقعا همیشه با من رفیق بوده. یه زمانی بود ما یه چراغ روی نصب کرده بودیم، این چراغه 7-8 تا رنگ قرمز و گوجه‌ای و آبی و همه اینا رو پخش میکرد، خیلی قشنگ بود. بعد یه بوق بهش وصل کرده بودن، این بوقه آهنگای شاد پخش میکرد، خیلی باحال بود. آخرین بار چه رفتم چیز؟ رفتم دیوار شیشه یه برم مستقیم بالا که پرد شد و اصلا خراب شد. ایبش جون داداش اصلا خراب شد. شما مثل این که یه جورای تفجب به ما نگاه میکنی اصلا. بابا آب جیروهی ما رو خراب نکن دیگه، من دارم الان میرم خواستگاری. میخواستم اینم تا که میخوای ادامه بدی؟ آخه خجالتم خوب چیزیه، آینده کاری شوهر من هیچی، پسر این دخترها رو میخواد. به جای اینکه تو بیای خواستگاری کنی، رفتی برای خودت میخوای خواستگاری کنی. این معرفت، این لوتیگریه که تو میگی اینقدر دم ازش میزنی؟ این حرف ستایقاست چه تحویل من میدی؟ نه واقعا دست شما درد نکنه، هرچی از دهنتون در من به ما گفتید دیگه. ببینید خانم، من زندگیمو داشتم میکردم، پیچای خونه مردم میبادم، خرج خانواده رو دارم چی میدم. شما منو کشوندیدتون چیه اون بر بچه رو داشت یا آقا پسرهای که اینجا، گفتم بیا اینجا سیبیلاتو بزن، گفتیم برو چشم سیبیلامو زدم، گفتن لباس جیگوری بپوش شبیه این آقا فراد آلمانیه، شبیه اون باشه، گفتم نوکرتم چشم، شبیه اون شدم. آخه درست نیست دیگه. برای چی؟ گفتن برای چی این کارو بکنید؟ که شما کمک دست و کمک حال ما باشین، یعنی که بریم برای خودتون زن بگیرین. ای بابا ما اومدیم کار خوب بکنیم دیگه. آره کار خوب بکنیم. بفرمایید. از چی مورد نکنیم؟ برای من موتور تمیز میکنه، یعنی خواهد گل کاریش کنی؟ باشه بابا، روحیه برای ما که نزشتیم خانم. ببینید من تو اجازه بدید، من اون شب باور کنید به این فکر افتادم که یه زندگی تشکیل بدم، یه خانواده تشکیل بدم، کاری بد نکم. یا آقا شهروز چند سالشه؟ اوچولو اوچولو دیگه، سنی نده جون داداش، الان زمان ازدواج منه، نه اون پسر شهر. آقا قیافش خیلی خنده داره، اصلا قشنه یه جوراییه. ببخشی یه سوال داشتم خانم، ایشون فکر کنم که از نظر ژنتیکی زیاد به شما نرفته. ژنتیکی اونم به خودمون مربوطه قربان. به آقا میکایی که اصلا اصلا نمیشه شما رضایت بدی آقا صفا. ببخشید خانم. خب نرو خواستگاری این دختر دیگه، گناه تو شهر روز. من خدمتتون عرض کردم، من کار زشتی که انجام نمیدم. من میخوام ازدواج کنم، بعد از روی چه میدونم سن کودکی و نوجوانی و این چیزا نیست، من الان واجبترم الان ازدواج کنم، زیراب زنی و این چیزا هم نیست. شما یه جوری با آدم میگید انگار من مثلا یه جوری زیراب زدم و اینا. نه اون بچه هست هنوز افکار کودکی خودش یه جوری شناوره. چه دختر نشون کرده مردم میخوای بگیری؟ خب خوردت برو بگرد یه دختر چیزی پیدا کن. تو اون پرویز باید به اسب درشگه بس. سلام علیکم. علیکم سلام. اوه سلام علیکم. حال شما خوبه؟ گفتی من از خانم بود به سبزینیت آراسته شد. صفا خوبی؟ نکرم ایمرا شما از این برا. ما دیگه خونه زده آقای تهرانی شدیم دیگه، ما هم یه جورایی داریم میشیم داداش. خوبی؟ قربوسکت داشت کجا؟ هی داره برای یکیشون 14 حبس داره، داره کارآموزی میگذره. ایمرا
بگو سفارش کنیم. ها نوکرم پک بفرستی بعدمون نمیاد. آره آره. چی شد علی این مرا؟ راستش راستش آقا جو اومدیم مطلقا یه سروازش رو مرتب کنیم و بریم خواستگاری. چیه داداش؟ یعنی؟ اگو ایوان اتحال و متحل و ایوان دیگه یه جورایی اگه بشه متحل شیم و یه زندگی تشکیل بدیم. قربونت برم مبارک بشه. ببینم هنوزم چیز داری؟ بیا چی بود؟ به افتخار آقا صفا بیا. چی ایوان خوشم بود گلمل و لوازم و خواستگاری یا اینا چیزی لازم نداری؟ ها؟ جیونه دشت صفا همین بالا دوتا کوچه بالاتر سر پیچ یه گل فروشی تازه رفیقم شده خیلی به ما ابراز ارادت میکنه ایبر. گفته کارواری داشتین هستین حالا گل و بعدم اگه چیز میزه دیگه ای خواستی اون هست حالا اگه خواستی ما بریم پیشش. اتفاقا زیاد جون برام نمیاد. بفهمی شما برو شما برو من موتور تو میارم. چیز میزی کش نداری زیاد شیطونی ایبر. با ما بعضیم باشید هم چی؟ برو به سلامت برو باشی زدی بایزه به سلامت. آقا فرامرز بگین خیالش راحت راحت بشه مسائل رو حل میکنم بر میگردم. آفرین آقا خواهد تو زیاد دوست نکن سم میام نشو سعید زود باشه برو دست درگاه میره بسالا دولت جور در ببر. اصاب برام نمونده ببین دولت جور توی زندون من اسیرم من اسیرم توی زندون نداشت به خاطر عشق. زندون چقدر سخته تنهایی من از اینجا جوش به رها کن از این گرفته بگم سکن سکو جون داداش یه لیوان چای ما بده این دهنمون خوش شده چون داداش چوبه چوبه سکو چی رفتار شدیم ها دقا در با کن یه دوشی بگیریم ما چی چسبیده به هم یه سرحال بشیم چی داداش چی داداش کسی بود ای زیا من میدونم با تو چی کار کنم گفتم کلکی گفتم چونه داداش چونه با دلم بیگنام چونه داداش من کاری نکردم شهر و تقصیر خیلی با حال قیافش با این حال یادش میافتم بازی چیز نداری داشت تیره میره بیا اینجا بازی کنیم باشه هم سرفتست سرکن چی گفتی؟ خیلی خواه آقنستد میگم الان ادامه شو میگم بله آقنستد بالاخره ما از پیچه یک کوچه پیچیدیم تو کوچه گفتیم که آق صفا این کیپ دستت باشه همینجا باشه تکون نخور گفت چرا باید این کیپ دستم باشه گفتم مرد حسابی من که باید پلیس رو دست به سر بکنم یا نه خلاصه گفتم هر کس برای بچه معلم شیجه رفت سمت کیف یه کف گرگی میزنی پاتو بلند میکنی دلاکشون میزنی پس کلش بعد میشی روی سینش بهش میگی من سفارش شده زیاد چپ دستم اون آقا بلند میشه رو تو ماچ میکنه میگه معذرت میخوام اون میره به جون آقاستان آخر معرفت بود میدونی چرا چون تا آخرش همینطوری تو
همین داری باستاده بود نگاه میکرد. آقا ما هم تا دیدیم اینطوری فلنگو بستیم، فکر کنم همچین یه چند وقتی دست زبالش بم بشه، یه با عزتون یه سالی حبس بکشه. ببخش یه سوالم دارم، شما شام میل میکنین دیگه؟ نه دست درد نکنم، برای اولین بار تو عمرت یک کاری کردی که درست حسابی به درد میخوره. شکریم آقناستر. اگه یکی تو دنیا ما رو دوست داشته باشه اونم آقناسته. البته ببخشید من زیاد سوال میکنم، شما شام میل میکنین دیگه نه؟ بله شامه. زیاد جون خیلی دوستت دارم، نوکرتم آقا، واقعا آبروی ما رو خرید. شکر. جدی میگم آقا، قربونت برم، جدی آبروی ما رو خریدی، خیلی آب کردی. باشه شما درمی نخونی. شکریم. سنشل دیگه نه؟ دست پخت من از خانم حرف نداره. رنگورو رو ببین. یا بابا هول هولکی شد، نفهم نمیزم چی کار کردم، دل دماغ برام نمونده که. آقا جون ما چرا انقدر خون سردی؟ چرا بالاخره یه حرکتی کاری یه چیزی نمی کنی؟ ترتیب اونم دادم، فکر اوناش هم کردم، با فرامرز صحبت کردیم، فرامرز همین امشب ساکش رو بر میداره را میفته میره دنبال کار برادرش، میره بجنورد. نه آقا جون بیجاره، بروجرد، بروجرد بیجار بودیش. پاشان آقا پاشان، حالی یه چی بگیر پاشان. به هر حال داره میره دنبال کار. هر جا دیگه من آمادم، با آقا زیان میریم که فوت و فن این کارو واسه توش وارد دیگه. ولی تفلی صفا رو بگو الان گوشه زندون بنده خدا. آقا جون یادتونه چقدر پوزه پیتزای قارچ و گوشتشو میداد؟ با اون سیبی شو نازاد. آدم قلش بد میشه موقع. ببخشید آقا شام میل میکنین؟ نه. آره دیگه چند دفعه میگی. من گفتم شاید ناهاره یادتون رفته مثلا. شاید شام. آقا فرمان یه چیز تعبندی. آقا فرامرز. بله بله. بیا باش خواب برای میکش غذا بده. بله. غذا بده. نوکر. بشین بشین همون گوشه، بشین همون گوشه. نیا جلو. نوکر. یه جوری گمه گار سارس. یه دونم بیزار. نه بیزار. شکریم. یه دونم بده. سالاد هم میخوای؟ آره نوکر نه. خیلی حال میده. بیا. بیا عزیزم کوف کن که سریع بر. دست در نکنه. سالاد نگاه که یه خیار. آقا فرمرز. بله. اول از همه بریم سراغ کار فرهاد. فرهاد طاقت میله زندون رو نداره. بله. آقا زیا مطمئنی صفا حالا این برا پیداش نمیشه؟ سکندری رفته رو غذا آدیش نی. بزرگمی؟ حیف اون شوهر بیچاره من و برادرام نیست که باید تو زندون باشن، اون وقت این همینجوری ول 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 بگرده. اینه بین 60 میلیون با ما حساب کردن تا حتی اینجوری هم نیست، این بیچاره اگه نباشه که ما کارمون راه نمیفته الان. من که بمیر واسه این زیا داره کمکمون میکنه دیگه. آقا فرامرز. بله. مواظب باشین خواهر دست خودتون ندین شما برین بر نگردین. نه نه خیالتون راحت، من بالاخره یه امتیازاتی دارم که برو خدا اینجوری نزمان یاد فراد میافتم امتیازونه. نه نه ما امتیازاتون منفیه مثل داشت فراد. آراش میگه قبرس رفته است. کار کشتیم فوتوفن این کار میدونیم خیالتون راحت باشه. چیزی نمیخوری دیگه؟ ساندویچ همبرگر نیست درست بخور. آره خلاصه من از خانوم اگه کاملیا نبود که اصلا دیگه من و شما به هم نمیرسیدیم، اصلا همه مشکلات رو رفع کرد. قربونتو برم. جلو وایسده داره من نگاه میکنه، هی میخواد به انقدر به من میرسه موقعی که فهمیده میخوام زن بگیرم، هی میخواد بره واسم چای بیاره. چای برات خوب نیست، نمیارم. آره دیگه قشنگ مشکل ها حل شده و دیگه آقا جونم اونه دیگه، یه دینه کاملی که بیشتر نداریم. ببین من از اولم به دلم برات چلو بود که این کار حتما انجامش، ولی خیلی زحمت کشیدم و خیلی زحمت کشیدم. ببین گوش دادی؟ ببین چقدر زحمت ما رو کشید. 100 نفر دیگه هم بودن نمی‌خواد واسه من چای بیاره. نه چای برات خوب نیست. من نمیرم بیارم. باشه باشه. دیگه چه خبر؟ شما خوب هستی؟ مهندس چطوره؟
دیگه. یا جهود بس شد و خوری دشمنان من آزاد شدم. جوره داداش من رفتم چای برم بیارم. نه نه باشا باشا نه چای خوبه شد. باشتی بیارم شهرون با کی داری حرف بزنی؟ باشتی بیارم ببینم برم بیارم. الو سلامتی چون آقاتون خوب هستن؟ خیلی ممنونم. نصرت خان اون سه عمودی آبه. تو نه باشتمال بلدی نه جدول. برو راحتم بذار برو بخالت نکن. هیچ خواهیش عروس باز این پسر بای تلفونه باستم داره بل کنی. از صبح تا حالا پای تلفونه داره با مهندس راجب به آلمان رفتنی صحبت میکنه. بابا یه جلیسی نسلی خونه من نزه بیرون مثل یه من عاشق شدم. بابا من عاشق مهناز خانو شدم. اونم دیوونه هست مهناز خانو هر که خونه چله میگه بامزه. بله بابا یه ذره ساکت‌تر دیگه. شهرو چه خبرته؟ آخه دارم سریال نگاه میکنم. به جای اینکه صبح تا شب با تلویزیون بشین یه بچه تو ساکت کن. اگه این صفای بی صفای لندهور گذاشت این کاکلی من داماد بشه. غلط کرده. اما صفا خوب گوش کن ببین چی میگم. مگر این گرمی جنازه من چی بذارم مهناز خانم بگی فهمیدی؟ نصرت خان فوش داد. فوش؟ فوش داد؟ ببین آقا صفا فوش داد. ای بابا اینجا چه خبره؟ آقا جو من نگران گشتاسپم. مثل این که فرامرز و فریدون علیرضام نیستن ها. آها راستی ها فرامرز چه خبر؟ حتما اینا مفتدن یه گوشه ای توی زندون دیگه. البته از زیاد هیچ بعید نیست ها. زبونت گاز بگیر دیگه ناش شما همش نزنین. یه نکن یه نکن کاکولی. کاکولی من داره عدس میره تلعت. جانم کاکولی برو بفرمایی صفا تا کجی هم ازا الان آقا بفرمایی نمیجا کی چی شده؟ فرامرز چی؟